در دورانی که زندگی به گونه ملال‌آور تند و سری شده است، اینجا سادگیش را هنوز از دست نداده است. صنعت بومی و باستانی در جهان بس ماشینی شده. عبدالجلیل این صنعت را از پدرش آموخت و از 40 سال بدین سو با همین کار سر و کار دارد. به گفته او نیاکانش صدها پیش این کار را آغاز کردند و نسل به نسل تاکنون زنده نگه داشته شده است. ما برای پسرها خود توصیه میکنیم که همین هنر بین نبرند. بعد از ما داشته باشند. آسیاب چوبی این خرازخانه در یک روز 10 تا 14 کیلو روغن کنجد تولید میکند. روغنی که به گفته عبدالجلیل پاکتر و طبیعی تر از روغنهای معمولی است. ما از اینجا روغن رای کردیم به دبی، به ترکیه. ایران خیلی زیاد میکنه از این روغن. روغن ماشینی کرده خیلی بیتر است. از پیسه طبیعی. پسر 14 ساله این خانواده در همان مسیر گام بر میدارد که نیاکانش پیش از او آن را پیمودند. خورتکی خوب اینجا بودیم. ازم 5-6 سالگی یاد گرفته بودیم. تمام از اینا به جادی ایدگاه بود اگه زمان. بیش از 10-20 تا خراس به جادی ایدگاه بود. سپری کردن زمان در اینجا یک تجربه تقریبا سوریال است. گویا زمان به 200 سال عقب برگشته. یک زندگی بسیار ساده و بدون زرق و برق اما بسیار واقعی و فارغ از پریشانی های روزگار کنونی. سمین فرامرز، تلو نیوز، هرات.